خوشحال هستم برای این فرصت که در خدمت شما هستم و خدا را شکر می کنم ما داریم کتاب اعمال رسولان را بررسی می کنیم همه اونها را نگاه نمیکنیم کنیم شا... گرچه باب های اول را یکم ب... به مرور رو به دقت نگاه کردیم ولی بعضی از بابها و مطالبی که در قلبم هست در اونجا به اونها اشاره خواهم کرد در نتیجه ما به حقایق و برکاتی که در اعمال رسولان هست میپردازیم و میخوایم این حقیقت را ببینیم که وقتی روح القدس به میدان می‌آید چه کارهایی انجام می‌گیره ما در باب دوم دیدیم وقتی روح القدس اومد شاگردا پر از روح القدس شده به زبانهای غیر و به زبانهایی که آشنا نبودند شروع کردند خدا را ستایش کردند ذکر کبریایی خدا را کردند یعنی خدا را به عالی‌ترین وجه پرستیدن شکر کردند و کسانی که از کشورهای مختلف بودند میدیدند که این یهودی دارند به زبان های اونها خدا را شکر می کنند و این باعث حیرت و تعجب آنها شده بود. اما، همین عاملی شد که شاگردا و پتروس ایستاد و پیغامی موعظه کرد که سه هزار نفر ایمان آوردند و به این طریق روح داشت به شاگردا قدرت عطا می کرد تا آنها پیغامی را موعظه کنند که براشون تازگی داشته تا و بعدا همون پیغام را بتونند زندگی کنند و در ادامه کارهای عظیم و عجیبی صورت می گیرفت. دفعه گذشته که من خدمت شما بودم از باب سوم امار رسولان شفای م... لنگ مادرزاد را با شما در میون گذاشتم که چگونه او شفا پیدا کرد و چطور پتروس تاکید کرد که طلا و نقره نداریم اما آنچه که داریم به نام عیسی مسیح برخیز و بخرام قدرت نام عیسی مسیح به اونها داده شده, شده, بود به من و تو به کلیسای عیسی مسیح داده شده و حقیقتش اینه که امروزه هم خداوند در بین کلیسای خودش در زندگی خادمین خودش هزاران گونه معجزه شفاها اخراج ارواح را آشکار میکنه چون که ملکوت خدا در میان شماست و این ویژگی ملکوت خداست اما پیغام امروز من در ارتباط با اعمال رسولان باب چهارم امار رسولان قوت عظیم و فیض عظیم این چیزی بود که در زندگی رسولان دیده میشد کلام خدا اشاره میکنه در اعمال باب چار آیات سی و سه میگه رسولان به قوت عظیم به قیامت ایسا ایسای خداوند شهادت میدادند و فیض عظیمی بر همگی ایشان بود زیرا هیچ کس از آن گروه محتاج نبود زیرا هر که صاحب زمین یا خانهی بود آنها را فروخته قیمت آن را اوورده زیر پاهای شاگردان نهادند تا برای کمک به مردم به کار گرفته بشه قوت عظیم و فیض عظیم این یکی از پیامدهای عالی روح القدسه آنها قدرتی داشتند بیمانند به فرد لنگ میگفتند برخیز و بخرام و در این حال فیض عظیم بر آنها بود آنچه که داشتن می تقسیم میکردن با دیگران و با خوشنودی با رضایت نه به اجبار نه به تلخی گرچه بعضی ها وقتی کار اونها را میدیدند و احترام و عزتی که مردم به کسانی که چنین کارهایی را انجام می دادند می دیدند اینها با ریاکاری مثل هنانیا و سفیره میخواستند اونها هم وارث چنین احترامی باشند مورد تنبیه و داوری قرار می گرفتند اما بر کلیسا فیض عظیمی بود و قوت عظیمی بود و آنها خدمتی میکردند معیزهی میکردند که افراد در گروه های بزرگ ایمان می وردن. در ارتباط با معیزه پتروس وقتی فرد لنگ شفا پیدا کرد چیز نزدیک به دو هزار نفر بر جماعت مؤمنین افزوده شدند. و این مسئله رؤسا و مشایخ یهود را نگران کرد و اونها بر رسولان حمله کرده اونها را دستگیر کردند و اونها را به دادگاه کشیدند و از اونها پرسیدند از ایشان پرسیدند که آیه باب 4 آیه هفت امار رسولان از ایشان پرسیدند که شما به کدام قوت و به چه نام این کار را کرده اید جالبه که اونها تاکید میکنند به کدام قوت و به چه نام چون میدانستند به نام عیسی مسیحه شما چگونه او را شفا داده اید و چه مویزه ای می کنید اونها همان ایسایی که شما مصلوب کرده اید و خدا او را برخیزانید ما به نام او موعظه می کنید و به نام او این فرد مفلوج زنده شده اونها الانان آشکارا میگن جمعی شما و تمام قوم اسرائیل را معلوم باد آیه ده که به نام عیسی مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از مردگان برخیزانید در او این کس این فرد مفلوج به حضور شما تندرست ایستاده است این پیغام خیلی تند، تندی بود برای سران یهود برای مخالفین عیسی مسیح آنها که از سر مخالفت و رد کردن عیسی مسیح را مصلوب کرده بودند کشته بودند اما میبینن الان شاگردا ایستادند و با شجاعت تمام صحبت از قیام او کنند و پیامد صحبت اونا نه تنها حرفه بلکه شاهدی زنده وجود داره که فرد مفلوج زنده شده الان اونجا ایستاده شاهد هست جای انکار وجود نداره به گونه که خود اونها هم اینو اقرار میکنند که اونجا شاهدی هست که نشون میده به نام عیسی مسیح مرد مفلوج زنده شده تا حالا چنین چیزهایی دیده نشده بود فقط در نام عیسی مسیح یا در خدمات عیسی مسیح دیده بودند که افراد از مرضهای مختلف شفا پیدا می کنند و الان در زندگی رسولان این حقیقت تکرار میشه. حقیقت چینه که ایسای مسیح فرموده بود که کارهایی را که من میکنم شما انجام خواهید داد حتی کارهای بزرگتر از اون را هم انجام خواهید داد او مفلوجان را سلامتی میداد مردم را شفا میداد همین کار را رسولان و شاگردان دارن انجام میدن همین کار را امروزه کلیسا ایسای مسیح داره انجام میده چون قدرت ایسا حیات عیسی عیسی قیام کرده در بین کلیسای خودشه قدرت او در اختیار مؤمنین و مقدسین خودشه در نتیجه همون کارها تکرار میشه و اینجاست که شاگردا و رسولان اینجا در دادگاه دارن اینو اعلام میکنند همان کسی را که شما کشتید خدا او را برخیزانید و ما شاهد بر او هستیم در این کس در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است این است آن سنگی که شما معماران آن را رد کردید این حال سر زاویه شده همان کسی را که شما رد کردید انکار کردید عیسی مسیح را پسر خدا را انکار کردید به نام عیسی مسیح این شخص درست اینجا ایستاده است ما باید مراقب باشیم با عیسی مسیح چگونه رفتار میکنیم اگه شما عیسی مسیح را رد کنید اگه کسی عیسی مسیح را رد کنه دیگر هیچ امیدی برای او وجود نداره اما اگر کسی به او ایمان بیاره او را بپذیره و وقف و تسلیم او بشه کلام خدا میگه هرگز شرمنده و پشیمان نمیشه از این کارش چون عالی ترین و مبارک ترین کار همینه ایمان به عیسی مسیح تسلیم او وقف او و اینجا میبینیم که نام مقدس او باعث شفای این فرض شده شاگرد اعلام میکنن در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسم دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم در زیر این سخت آسمان یک اسم مبارک برتر از اسم همه انسان ها اسم پسر خدا اسم عیسی مسیح به ما داده شده تا با این اسم ما بتونیم نجات پیدا کنیم آمرزش گناه هم پیدا کنیم و در رساله ابرانیان هست که اگه از چنین تدارک عظیم و نجات عظیم محروم شویم چه کار باید بکنیم و اینجاست که هر کسی در رابطه با عیسی مسیح باید تصمیم درست بگیره چون تمام ابدیت و تمام زندگی امروز شما به این حقیقت بستگی داره که چگونه به عیسی مسیح ما میارید یا چگونه با این نام مقدس برخورد میکنید آن را رد میکنید یا آن را میپذیرید سران یهود آن را رد کردند پیامد این حقیقت را که ما بخوایم نگاهی بکنیم بعدها میبینیم که اونها معتقد بودند داشتند اینطوری فکر میکردند که اگه ما بذاریم عیسی ما را رهبری کنه اگه دنبال عیسی بریم اگه از او پیروی کنیم باعث آشوب و جنجالی میشه که حکومت روم میاد و تمام ملت ما تمام یهودی ها رو میکشه و از بین میبره و با چنین استدلالی عیسی را رد کردند و از او پیروی نکردند اما میدونید چی شد به طریقای خودشون به طریقای انسانی افکار خودشون رو دنبال کردند و نتیجه اون شد که در هفتاد میلادی حکومت روم به اورشلیم حمله کرد به یهودی حمله کرد تمام دیوارهای اورشلیم را کند مردم را کشت و هیکل را به آتش کشید و به این طریق استدلال ها و تفکرات انسانی اونها نه تنها اونها رو نجات نداد بلکه باعث هلاکت اونها شد عیسی مسیح فرمود که من مثل مرغی هستم که جوجاشو میخواد زیر بالهاش بگیره و این وقت تفقد را شما دارید از دست میدهید امیدوارم ایران عزیزان ما همه کسانی که این پیغام و پیغام های مشابه روحانی را میشنوند بدانند که عیسی مسیح فرصتی برای همه ما مهیا کرده و به خصوص برای شما و امیدوارم با برخورد درست با عیسی مسیح باعث بشید که شما برکت خداوند را بگیرید و مورد حمایت و اون حفاظت الهی و حفاظت عیسی مسیح قرار بگیرید اینجا میبینیم که سران یهود وقتی دلیری و شجاعت پتروس و یوحنا را دیدند شناختند که از پیروان عیسی مسیح هستند عیسی مسیح با شجاعت تمام حقیقت را با مخالفین در میون میگذاشت و تا زمانی که پیلاتوس داشت سوال میکرد که آیا پادشاهی تو از این جهان یا سوال می‌کرد که عیسی مسیح انتظار داشت به او جواب بده و جواب نمیداد او باعث تعجبش میشد و به موقع با اقتدار تمام بدون ترس از مرگ حرفهایی میزد که از جرأت و اقتدار او نشأت می‌گرفت به همین گونه شاگردا وقتی پر از رول قدوس شدند شباهت عیسی مسیح را بر خود گرفتند کلام خدا میگه پس چون دلیری پتروس و یوحنا را دیدند و دانستند که مردم بی علم و امی هستند تعجب کردند به ایشان را شناختند که از همراهان عیسی بودند از دید اونها پتروس و رسولان الهیات یهودی نخونده بودند زیاد درسای اکادمیک رو نگذرانده بودند و از دید اونها چندان سواد روحانی نداشتند و شایستگی تفسیر کلام خدا را نداشتند اما آنها روح القدس را داشتند عیسی پسر خدا را در دلشون داشتند با او زندگی کرده بودند و بهترین پیغام و ویژگی های عیسی مسیح دلیری و شجاعت او را با خود داشتند و داشتند اون پیغام را اعلام می کردند سران یهود وقتی این شرایط رو دیدند اونها رو به سختی تهدید کردند که نباید به هیچ عنوان و هرگز نباید شما نام عیسی مسیح را دیگر بر زبان بیاورید و تاکیدات و حرفای اونها تند بود و به این طریق خواستن مانع اونها بشوند که دیگر باره از عیسی مسیح صحبت نکنند در آیه 18 میگه پس ایشان را خواسته قدغن کردند که هرگز نام عیسی را بر زبان نیاورند و تعلیم ندهند اما پتروس و یوحنا در جواب ایشان گفتند اگر نزد خدا ثواب است که اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجیح دهیم حکم کنید زیرا که ما را امکان آن نیست که آنچه دیده و شنیده ایم نگوییم آنها عیسی مسیح قیام کرده را دیده بودند و حرفهایی شنیده بودند که هر انسانی نشنیده کلام مقدس خدا را از دهان عیسی مسیح قیام کرده شنیده بودند و در عین حیات و با او راه رفته بودند و اینجا میگن ما را امکان آن نیست که آنچه دیده و شنیده ایم نگوییم و اگه فکر میکنید این درسته که از شما اطاعت کنیم و از خدا نا اطاعتی کنیم شما بگید در غیر این صورت ما امکان ما را امکان آن نیست که آنچه دیده و شنیده ایم با شما از اون صحبت نکنیم میخوام یک تجربه ای را در این فرصت باقی مانده با شما در میون بذارم یادم در یکی از بازجویی ها بعد از صحبت های زیاد بحث های جور با جوری که پیش اومده بود و دوست بازجو تاکید میکرد که نباید از ایسای مسیح صحبت کنی و تاکید او بر این بود که تبشیر انجیل ممنوعه من چندین نکته بود که یکی از نکات همین بود من به دوست بازجو گفتم که ایسای مسیح فرمود برید به تمام ملت ها و قوم ها انجیل را مایزه کنید من از او سوال کردم که نظر شما چیه؟ آیا من باید از خدای تحت کنم یا از شما؟ و قطعا او میدانست که جواب من اینه که من از خدا اطاعت میکنم و به هیچ عنوان تابع نظرات و خواستهای شما نخواهم بود و اینجاست که شاگردانم چنین چیزی را گفتند گفتند که ما را امکان آن نیست که آنچه دیده و شنیده ایم نگوییم پس ما این جیر را به قدرت اعلام میکنیم میگه و چون ایشان را زیاد زیاده تهدید نموده بودند یا زیاد تهدید نموده بودند آزاد ساختند چون راهی نیافتند که ایشان را معذب سازند به سبب قوم زیرا همه به واسطه آن ماجرا خدا را تمجید می نمودند دلیلی نداشتند بیشتر اونها رو معذب کنند چون همه قوم میدیدند که شفا ایجاد شده این از جانب خداست این انسانی نیست الهیه مرد لنگی شفا پیدا کرده سران قوم دارن اشتباه میکنن این افراد ساده وغش، قدرت خدا در زندگی اون آشکار شده چطور میتونید با اونها مخالفت کنید به اونها را زندانی کنید در نتیجه اونها تحت تاثیر افکار عمومی مجبور بودند که رسولان را آزاد کنند و رسولان پر از شادی و خوشی روح القدس در اون اتحاد روحانی خدا را شکر می کردند و انجیل را با دیگران تقسیم می کردند بله خداوند ما خداوند پر جلالیه خدای عظیم و خدای مبارکیه کارهای او عظیمه نام او عظیم و مقدسه و حقیقتا اون قوت عظیم و فیض عظیم بر رسولان بود و اون قوت و فیض عظیم امروزه در زندگی ما در کلیسای خودش هم هست و ما در چنین اقتدار الهی و اقتدار روحانی زندگی میکنیم را خدمت میکنیم و باشه که تمام خدمت ما باعث بنای مؤمنین و مقدسین بشه باعث تقویت ایمان اونها بشه باعث استواری ایمان اونها بشه ها را کاملا برطرف کنه و ایمان اونها را تقویت کنه تا با ایمان عیسی پسر خدا عیسی زنده را ببینند ملاقات کنند برکات او را بگیرند خدا همه چیز را برای ما مهیا کرده فقط میخواد ما با ایمان اون را بگیریم از او و تمام خدمتی که ما میکنیم اینه که شما را تقویت میکنیم تا ایمان شما استوار بشه تشویق بشید با ایمان به عیسی مسیح نزدیک بشید و برکات و اقتدار الهی او را در زندگی خود ببینید و به کار ببرید خیلی متشکرم از توجهتون به این مطالب و موضوع امروز که وقت دادید ممنون هستم خدا شما را برکت بده دعای من اینه که هر کدوم از ما بتونیم در این اقتدار الهی این قوت عظیم و فیض عظیم در زندگی ما جاری بشه که عاملیه که برای خداوند زندگی کنیم شاهد او باشیم در اون اتحاد محبت یک دلی روحانی با دیگر مؤمنین زندگی کنیم و نام خداوند را در زندگی خودمون جلال بدیم خدا شما را برکت بده وقت خوبی داشته باشید تا دیدار بعد و فرصت بعد و خدمت بعد خود شما را به دستای پرفیز ایسای مسیح میسپارم خداوند همراه شما آمین